شرکت توسعه صنعت حلال یک آژانس تحت نظر وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی مالزی پیش کرده که تا پایان سال 2020 یک هزار قرارداد مسلمان پسند به 500 مورد فعلی در کشور ژاپن افزوده می شود محمود عباس رئیس این آژانس گفت این امر تقاضای صادرات مشاغل حلال در مالزی ایجاد می کند و استعدادهای محلی نقش مهمی برای رشد این بخش ایفا خواهند کرد به افزود تسهیلات آژانس در راستای استانداردهای سازگار با مسلمانان برای مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن و مناطقی که تعداد قابل توجهی مسافر و بازدیدکننده کننده دارند مانند توکیو، اوزاکا، کیوتو و ساپورو در اولویت قرار دارد این به دلیل رشد گردشگری اسلامی در مناطقی است که تقاضا برای غذای اسلامی دیده می شود به گفته وی توسعه استادادها در ژاپن نخست به روی مال های متمرکز می شود که مایل به ایجاد مشاغل حلال در این کشور باشند به خاطر نشان کرد تسلط آنها به زبان و درک و فرهنگ ژاپنی همراه با پیشینه مالزیایی به آنها فرصتی می دهد تا شغل خود را در صنعت حلال ترسیم نموده و در نهایت حرکت را به سمت پیشرفت در صنعت حلال افزایش دهند این مدیر مالزیایی تاکید کرد ما استعدادها را آموزش می دهیم و آنان را برای آغاز حرکت حرفیشان در این بازار آماده می سازیم. محمود همچنین از برگزاری همایش جهانی حلال 2020 در ماه آوریل خبر داد که در راستای کشف استعدادهای حلال در ژاپن و ایجاد گرده همایی برای آنان می باشد وی گفت این بستر برای حل مسائل تجاری به ویژه در بخش مواد اولیه خام حلال و مواد غذایی نیمه فراوری شده که بسیار مورد نیاز جهانی است اما یافتن آن چالش برانگیز است